دیدگر در فراق خون بارد، دیدگر در فراق خون بارد، حق او هم تمام نگذارد. با غمش هیچ بر نیارم دم، گر جهان بر سرم فرو دارد. در وفا داشتنش جان بدهم، تا مرا بی وفا نپندارد. آذر و مانی ار شود زنده، آذر و مانی ار شود زنده، هر یکی خواهدش که بنگارد. روی او همچو گل همی خندد، چشم من همچو ابر میبارد. رفت و ترسم که او به نادانی به کس دل و مهر بسپارد. ممنون شما که تا ایدم همراهی ما میکنین، امیدوار استم خسته نشده باشه. فعلا هم از آقای موسی زکی زاده، شاعر عزیز ما که در اینجا حضور دارن، خواهش میکنم که مایک خود را روشن بکنن و با ما دکلمه داشته باشن. ولی قبل از که بریم طرف اشعار آقای زکی زاده، من یک بیوگرافی خیلی مختصرشان را بخوانش میگیرم. سید موسی زکی زاده در سال 1973 در گلبهار واقع در ولایت پروان متولد شدند. در کودکی راه مهاجرت را در پیش گرفتند و ساکن ایران شدند. با ادبیات، البته با ادبیات از سن سال کودکی خیلی علاقمند بودند و از سن طفولیت روی آوردند و مجله به نام منتظران کودک را در چوکات همکاری با فعالان مهاجر دیگر به نشر رساندند. به عنوان خوشنویس سالها به تدریس خط نستعلیق و شکسته نستعلیق به مهاجرین افغانستانی و علاقمندان هنر مشغول بودند. پس از اینکه در سال 1379 از دانشکده فیلمسازی در تهران فارغ شدند و ساختن فیلم‌های کوتاه و مستند و داستان‌ها پرداختند. آقای زکی زاده خوشبختانه با ما هستند. فعلا هم میریم طرف دکلمه های زیبا و صدای آقای موسی زکی زاده. بسیار خوش آمدین، وقت شما بخیر باشه، درود و مجدد باشه. سلام علیکم، زنده باشین. بسیار تشکر از دعوت شما جناب آقای حمید و همچنین خانم تمنا و شاعران عزیز و فرهیختگان گرامی که اینجا هستند. باعث افتخار است که من کوچک هم در جمع شما هستم و اشعار زیبا را میشنوم. این برنامه برای تجلیل از مسعود سعد سلمان هست. خب آشنایی عمومی که ما داریم، میگن به خاطر حبسیاتش بسیار معروف است و امروزه خب در دوره تاریخی که ما زندگی میکنیم حبسیات ما بسیار زیاد داریم. حالا به خاطر که مناسب باشه با این برنامه، ما با اجازتان شعری را میخوانم که یک توفیق داشتم. یک سفری پیش آمده بود به تاجیکستان و در کنار رودخانه آمو که برای امور اداری مرزی معطل بودیم، خود به خود این ابیات زمزمه شد و بعدا من اونا را نوشته کردم. اینا را من خدمت میخوانم، یک مثنوی خیلی کوتاه شده. آمو بگو که دست تو خالی است تا هنوز، گوهر گرفتن از تو خیالی است تا هنوز. آمو بگو که جلگه تو جای دیگری است، ماهی تو روانه دریای دیگری است. آمو بگو برای تو ساحل نداشتیم، امواج عشق بودی و ما دل نداشتیم. از دامنت به جای صدف ریگ چیده ایم، چون آب دیده می روی و ما ندیده ایم. برگرد ما مگرد که تبدار تفته ایم، خوشدار ریگزار و سزاوار تفته ایم. سودای ما صدای خوش آبشار هاست، رقصیدن جنون زده
در ریگزار هاست. دیگر بهار از غم ما کم نمی کند. گل را شراب نامه شبنم نمی کند. این شعری بود که در کنار رودخانه آمو در سر من پیچیده بود. نمیدانم اگر شرایط برنامه چه رقم است، بازم حبسیه بخوانیم یا بس است. به به، بسیار بسیار سپاس، واقعا که کیف کردیم، خیلی زیبا بود. ولی این بار دوست داریم که یک سبک دیگه شعر از شما بشنویم آقای زکی‌زاده، اگر مشکلی نباشه. خواهش میکنم. سبک دیگه غزل خوب است یا کلا میگید چیز دیگری؟ اگر حالا هرچی شما میپسندید، ما که به همگیش علاقه داریم. من خودم خیلی دوست دارم که از شما بشنوم، فقط بشنوم بشنوم. ای که شما چی را میپسندید بخوانید، رفت میگیره به خودشون. خواهش میکنم. خیلی خوب، پس ما برای اینکه از حبسیه برای این بیرون یک کمی یک غزل به اصطلاح عاشقانه را میخوانم که یک کمی شادتر باشه به اصطلاح. از این چی بهتر؟ ما هم دوست داریم که تنوع وجود داشته باشه. آقای زکی زاده بفرمایید شما. زنده باش. از چشمه شب نم زده ای روی خودت را، جادوی تو آتش زده گیسوی خودت را. از خار دو ابرو گل لب دور نشسته، تغییر نده شوخک من خوی خودت را. وا شد گره چشم من از حلقه مژگان، کش بسته کنیم بار گل موی خودت را. برداشته آهم که به گوشت برساند موسیقی شیرین علنگوی خودت را. بیچاره در آمد پی آرام به زانو، یارا نتکانی سر زانوی خودت را. هر دانه چشم و چه قدر ریشه امید، از کشت دلم کج نبری جوی خودت را. من میشکنم روزی اگر بشکنی از درد، هرچند فقط شیشه تابوی خودت را. گاهی که به ساطور جدایی ببری دست، ببخشید یک لحظه من این صفحه را عوض بکنم. گاهی که به ساطور جدایی ببری دست، فریاد زنم همت بازوی خودت را. خوش نیستم از بزم تو با کان بدخشان، او می مکد آنجا رگ آموی خودت را. سرگرمی خوبی است تماشای غزالان، سرگرمی خوبی است تماشای غزالان، اما نکنی گم رد آهوی خودت را. تشکر از اینکه شنونده بودید. تشکر از شما، واقعا لذت بردیم. ممنون شما بابت دکلمه شعرهای زیبایتان. بزرگواری. خواهش میکنم آقای زکیزاده. آقای زکیزاده یک دکلمه عاشقانه داشتن، منظورم شعر عاشقانه دکلمه کردن. به سر من هم هوای یک شعر عاشقانه زده. حالا دوستا من نمیدانم خسته میشن یا نمیشن، من که در حد دکلمه کردن نیستم، ولی دوست دارم که دکلمه بکنم. یک شعر عاشقانه و شما میخوانم، خدا کنه که خوشتان بیاد. با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم. طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آیه. آمدم من که نگاهم کنیم، عاشقان لحظه توفانیم. دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو بسوزانیم. آمدم با آتش سالها تا تو کنی عشق بنشانیم. ماهی برگشته ز دریا شدم تا تو بگیری و بمیرانیم. حرف بزن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن، حرف بزن، سالهاست تشنه یک صحبت تو دارم. خوبترین حادثه می دانم، خوبترین حادثه می دانیم. خدا کنه که خسته نشده باشین. من که گاهی همطور دکلمه ها دارم،
و هر حال سپاسگزار از عزیزایی که مایکشان خاموش بودن، ولی بازم کف زدن تشویق میکنن. ممنون شما هستم.